هستی مهدوی فر در 21 آذر ماه سال 1370 در شهر تهران متولد شد و اکنون 26 سال سن دارد. اسم اصلی او مهدخت است. متاسفانه پدرش فوت کرده و الان با مادر و برادرهایش زندگی می کند. وی مدرک کارشناسی گرافیک دارد. به نظر خودش دختری نترس و ماجراجوست که به نجوم علاقه زیادی دارد و عاشق سفر، مخصوصاً سفرهای کویری و سفر به شمال ایران است. همچنین به نظر او اتفاقات خیلی جالبی در این علم نجوم در فضا اتفاق می افتد. برای همین قبلاً نجوم کار می کرد. هستی مهدوی فر تا کنون ازدواج نکرده و مجرد می باشد. البته چندی پیش با انتشار عکسهایی از او در کنار سردار آزمون بازیکن تیم ملی، شایعه‌های مبنی بر ازدواج هستی مهدوی فر و سردار آزمون در فضای مجازی پخش شده بود. زندگی شبانه روزی در خانه‌ای به نام اینستاگرام سردار را تبدیل به یکی از کاربران مهم ایرانی در بدنه این شبکه اجتماعی کرد. او در این فضا در قاب‌های مشترک با چهره‌های سرشناس زیادی ظاهر شد، اما هیچ کدام از این تصاویر به اندازه سلفی او با یکی از بازیگران سینمای ایران خبرساز نشده است. کمی پیش از برگزاری مسابقه حساس تیم ملی با قطر در مرحله مقدماتی جام جهانی، هستی مهدوی فر به اردوی تیم ملی رفت تا با سردار آزمون ملاقات کند. سردار هم با یونیفرم مخصوص تیم ملی ایران با این بازیگر جوان و پرطرفدار عکس گرفت و این تصویر خیلی زود در صفحه اینستاگرام مهدوی فر منتشر شد. درام هندی سردار درست از همین نقطه آغاز شد، اما آیا برای درگیر شدن او در چنین داستانهایی زود نبود؟ آیا او نباید همه هوش و حواسش را به فوتبال و پیشرفت در این رشته ورزشی معطوف می‌کرد؟ نظر هستی مهدوی فر درباره ازدواج. به ازدواج خیلی فکر می کنم و هر بار بیشتر از قبل به این نتیجه می رسم که نمی خواهم ازدواج کنم. نمی دانم، شاید اگر روزی زمانش فرا برسد نظرم در این باره عوض شود. هستی مهدوی فر جز آن دسته از بازیگران ایرانی است که به نوع لباس و شیک پوشی خود اهمیت خاصی می دهد. همانطور که در عکس‌های اینستاگرام او می‌بینید، لباس‌هایی که او می‌پوشد تنوع خاصی دارند و نسبت به سنش لباس‌های جوانانه‌ای می‌پوشد و مد روز عمل می‌کند و در موقعیت‌های خاص لباس‌های متناسب می‌پوشد. به نظر هستی ورود او به دنیای بازیگری به طور اتفاقی بود و قبلاً اصلا به کلاس‌های امین تاروخ نرفته بود و عقیده دارد بازیگری حس است تا تکنیک و هیچ وقت تکنیک نمی‌تواند به بازیگر یاد دهد که چطوری به دنیا و مسائلش نگاه کند. او سعی می‌کند نقش‌هایی که انتخاب می‌کند متفاوت باشند و اگر به کارنامه بازیگری او نگاه کنیم این موضوع را متوجه می‌شویم. بازی در فیلم سوت پایان در نقش دختری متفاوت، بازی در زبان مادری در نقش دختر لال و همچنین در مادرانه نقش دختر دبیرستانی را بازی می‌کرد که دچار اعتیاد شده بود. او در سریال سایبان برادران محمودی که از شبکه 2 سیما پخش می‌شد، نقش دختری به نام نسترن را بازی می‌کرد که برادرش برعکس شوهرش سعید وضع مالی خوبی دارد و سعید برای اینکه اوضاع مالیش بهتر شود، تصمیم می‌گیرد به چین سفر کند و از راه غیرقانونی جنس وارد کند که با مشکلاتی همراه می‌شود. اوقات فراغت هستی مهدوی فر چگونه سپری می‌شود؟ وقتی که کار خاصی ندارم فیلم میبینم و ورزش هم میکنم. البته ورزشکار حرفه‌ای نیستم، اما از بین ورزش‌ها به بدنسازی، سوارکاری و شنا علاقه دارم و متاسفانه کتاب خیلی کم میخوانم. وقتی بی‌حوصله‌ام آشپزی میکنم، چون آشپزی به من آرامش خاصی میدهد. یکی از تفریحاتم این است که به دنبال دستور پخت غذاهای جدید در اینترنت میگردم. اگر کارم را کنار بگذارم احساس خوشبختی می کنم، چون بعضی وقتها برای اینکه کار را به آنتن شبکه برسانیم خیلی فشرده کار می کنیم که واقعا این آزاردهنده است. البته این روزها آنقدر زندگیم دست خودم نیست که بتوانم بگم احساس خوشبختی می کنم یا نه، اما دلکل روی هم رفته احساس خوشبختی می کنم. علاقه خاصی به سفر دارم، مخصوصا سفرهای کویرگردی که متاسفانه مدتی است که نشده برم.
به طور کل دوست دارم سوار ماشین شوم و خط شمالی ایران را طی کنم، مثلا از بندر ترکمن تا آستارا را بروم. جاهایی که دوست دارم یکی جواهردشت گیلان که واقعا زیبا و دیدنی است و روستای مصر در مرکز ایران که حال و هوای کویری دارد. در خارج از کشور جزیره‌ای در مالزی است که انگار تکه‌ای از بهشت است. در کل هر جا که طبیعت زیبا و بکر داشته باشد من واقعا لذت میبرم. هستی مهدوی فر میگوید وقتی یک پیج اینستاگرام داری بیشتر از یک استاد دانشگاه به جامعه شناسی مردم کشورت نزدیک میشوی. متاسفانه بعضی از افراد هستند که در دنیای مجازی با هویت جعلی عقده هایشان را خالی میکنند. افرادی که باعث میشوند من در کنار هموطنانم بیشتر از مواقعی که در ایران نیستم احساس غربت کنم. و بیشتر از این که از کامنت های فحش و توهین‌آمیز این افراد ناراحت شوم، به این فکر می‌کنم که چرا مردم جامعه من اینگونه هستند. هستی مهدوی فر با اینکه خودش دهه 70 است و در سال 70 به دنیا آمده، در مصاحبه اش گفت دهه 70 ها را نمی‌شناسم. آنها موجودات عجیبی هستند و دنیای ما خیلی از هم دور است. به نظر او ناآگاهی عجیبی نسل دهه 70 را فرا گرفته. هستی مهدوی فر اغلب در سریال های تلویزیونی ایفای نقش کرد. سریال هایی چون جراحت، سوت پایان، نقش لیلی، پرستوهای عاشق، دسته بازنده ها و مادرانه از جمله سریال هایی است که او در آنها بازی کرده. وی با بازی در سریال مادرانه در نقش رها دختری دبیرستانی که گرفتار اعتیاد شده خوش درخشید. در سریال سوت پایان، سامان و سحر زوج مستندسازی هستند که زندگی آرامی را در شهر تهران می گذرانند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته، صحنه‌ای خراب می شود و سامان به علت گرفتاری تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می سپارد. سحر دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دستیارش بعد از جستجوی فراوان پیدا می کند. اما با نزدیک شدن به دختر متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می شود. آخرین بازی او در سریال هانیه بود که در این سریال به همراه عباس غزالی و الهام چرخنده به ایفای نقش پرداخت. این سریال داستان زندگی صدفانی به نام سعید را روایت می کند که پس از انتقال به یزد در خانه سید جعفر که یکی از بازاریان انقلابی این شهر است سکونت می کند. هستی مهدوی فر نظر خود را درباره سریال مادرانه چنین مطرح می کند. من سر فیلم سوت پایان با دخترانی هم که اعتیاد داشتند از نزدیک آشنا شدم. برای سریال مادرانه هم همان تجربه کمکم کرد. از طرف دیگر در پیش تولید مادرانه یک آقا از کمپ‌های ترک اعتیاد به کمک من آمد تا ما را با شرایط و ویژگی‌های یک دختر معتاد آشنا کند. در نهایت هم یکی از دوستانم که به دلیل اعتیاد از همسرش جدا شده بود خیلی به من برای ایفای این نقش کمک کرد. البته من بزرگترین کمکم را از فیلم ها می گیرم. برای همین قبل از شروع فیلم برداری فیلم هایی در این مضمون دیدم تا ذهنم آمادگی پیدا کند. اعتیاد تنها مسئله ایست که من در زندگیم واقعا از آن می ترسم، با اینکه کلن آدم نترسی هستم. هر وقت کسی را دیدم که اعتیاد داشته از او فاصله گرفتم. هم مادر و هم برادرم مشوق من در این کار هستند. من برعکس خیلی ها اصلا با خانواده هم سر مسئله بازیگر شدم و کار سینما مشکل نداشتم. اصلا دوست داشتند که من فعالیت هنری داشته باشم. ولی مادرم کمی به دلیل نقشم در مادرانه اذیت شد. به هر حال شاید برایش سخت باشد که من را در قالب یک معتاد ببیند. برادرم هر شب سریال مادرانه را دنبال می کرد و می گفت دوستانش معتقدند خانواده هایشان بعد از پخش مادرانه بیشتر روی رفتارها و رفت آمدهایشان حساس شدند. البته راست هم می گوید در شبکه اجتماعی هم متوجه چنین بازخوردی شدم. البته من از زاویه مثبت به این ماجرا نگاه می کنم. این نشان می دهد که سریال دیده شده و تاثیرگذار بود. یک سوتی از ما گرفتند. دیدم تصویرش 33,000 بار به اشتراک گذاشته شده بود. این خیلی جالب است.